نشست علمی روزانه آیت الله سید صادق حسینی شیرازی مدظل العلی روز یکشنبه شنبه 22 بیستو ربیع سال 1445 برگزار شد در نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی با اشاره به آیه 5 سوره مائده هر چه پاکیزه و از طیبات است بر شما حلال شده است فرمودند در این آیه شریفه خدای متعال طیبات را بر انسان حلال فرموده اما نفرموده که طیبات چیست لذا هر آنچه که نزد عرف طیب و پاکیزه است حلال است مگر آنکه از سوی شارع استثناء شده باشد معظم الله همچنین با اشاره به آیه 157 سوره اعراف و بر آنان هر تعام پاکیزه و طیب را حلال و خباعث و چیزهای پلید منفور را حرام میگرداند فرمودند در این آیه شریفه خدای متعال خباعث را حرام فرموده و برای شناخت خباعث هم باید به عرف مراجعه نمود که چه چیزهایی هستند مگر آن چیزهایی را که شارع استثناء نموده است ایشان در ادامه فرمودند اگر روایات معتبری وجود داشت مواردی که از سوی شارع در مورد طیبات و خبائس استثناء و بدان تصریح شده و علاوه بر عرف حلال یا حرام گردیده را میتوان از این طریق به دست آورد با هم فرمایشات آیت الله اعظم شیرازی را ببینیم و بشنویم فقط آن شخص واحد شفیت في الفقهاء في بالي بس هو هذا المرحوم النراقي الابن ولا احمد النراقي عنده كتاب فقهي مستند الشيعه إهن ها هناك يقول الخبائث الخبائث الشرعيه مو الخبائث العربية بل وبعض الأمثلة الممناسبة يجيب وإلا المشهور بين الفقهاء الخبائث يعني ما استخبثته النفس نفس الإنسان إلا ما استثني والطيبات نفس الشيء إلا ما استثني مثل سائر الموضوعات سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله شیرازی به این شرح بود حکم قرار دادن دست زیر شیر آب هنگام وضوع قاعده اشتراک احکام بین مرد و زن مگر در موارد استثناء ترتیب در کفاره عمدی روزه شرح آیه 57 سوره انعام حجیت و اعتبار قول اهل خبره و کیفیت استنباط احکام شرعی از سوی فقها ها از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط و آیتول العزمشی رازی به آنها اشاره و یا پاسخ داده شد. لازم به ذکر است که سلسله نشست های علمی آیت الله سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت یازده به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاحسد فرکانس 120 73 بیننده ی این نشست علمی باشید